25 اسفند ماه سال 1396 اهالی منطقه از شالوس متوجه موضوع عجیبی میشن و به دنبال اینکه ترسیده بودن تصمیم میگیرن تا موضوع رو به نیروهای آگاهی اطلاع بدن اونطور که مشخص بوده خانواده ای اون سمت کنار رود جنازه ای رو پیدا کرده بوده که مشخص نبوده برای چه کسیه امیر حسین فردی که با پلیس تماس گرفته توی گزارش خودش میگه و همراه پدر و مادرش برای عوض کردن حال و هواشون به اون منطقه رفته بودن و کنار رود مشغول خوردن چای بودن که ناگه ها متوجه موضوع عجیبی میشن این فرد میگه از دور متوجه شدم که انگار شخصی اون طرف رود کنار آب روی زمین دراز کشیده اما هیچ تکونی نمیخوره موضوع رو به پدرم گفتم اما در کمال تعجب گفت که نیاز نیست که نسبت به این قضیه حساسیت ایجاد بکنیم و بهتره که توی کار این شخص دخالت نکنیم کنجکاوی منم ما به هم امان نداد و از اونجایی که میخواستم بدونم موضوع چیه به بهانه های مختلف همش سعی میکردم تا نزدیک اون قسمت بشم کمی که جلوتر رفتم متوجه شدم که شخصی که اونجا دراز کشیده یه دختره از این طرف قشنگ مشخص بود که لباسهاش پاره شده و فقط یه سوتیان روی بدنشه امیر حسین میگه با دیدن این شرایط مطمئن شدم که اتفاقی براش افتاده برای همین هم سعی کردم تا از رود رد بشم و به اون قسمت رفتم به محض اینکه نزدیک به اون ناحیه شدم متوجه شدم که این فرد زنده نیست و نفس نمیکشه هرچقدر تکونش میدادم که جوابم رو بده فایده این نداشت پدرم متوجه من شده بود و به دنبالم اومد ازم خواست تا سریع پیش اونا برگردم اما من موضوع رو بهش اطلاع دادم از پدرم خواستم تلفنم رو بیاره تا با پلیس تماس بگیریم همین اتفاق هم افتاد و الان اینجا هستیم و منتظر شماییم امیر حسین میگه اهالی محل هم با سر و صدایی که ایجاد کردیم متوجه موضوع شدن و اینجا جمع شدن پلیس اظهارات این فرض رو ثبت میکنه و مختصات دقیق اون نقطه رو از این خانواده میگیره و به اونجا میره نیروهای آگاهی تهران بزرگ توی محل سعی کنن تا اهالی رو از اونجا متفرق بکنن از طرف تیم های پزشکی قانونی و نیروهای آتش نشانی هم اونجا حاضر بودن و با زحمت موفق میشن تا جنازه رو از اون طرف رود به کنار جاده بیارن بعد هم به پزشکی قانونی منتقل

پلیس آگاهی توی محل تحقیقات اولیه و بررسی های میدانی خودش رو انجام میده به طور دقیق مشخص نبوده که چه اتفاقی افتاده و کنار جسد شواهد و مدارکی توی محل پیدا نمی کنن. بررسی میدانی از محل اما نتیجه میده و پلیس موفق میشه تا با فاصله 100 متر کیف این دختر رو پیدا بکنه اطلاعات هویتی بهار توی کیفش وجود داشته و تلفن اون هم پیدا میشه بررسی از تلفن نشون میده که بالای 20 بار با اون تماس گرفته شده و تماس گیرنده ها پدر و مادر این شخص و یکی از دوستاش هستن پلیس با خانواده این فرد ارتباط میگیره و ازشون میخواد تا به اداره بیان خانواده بهار هنوز در جریان هیچی نیستن و نگران موضوع بودن پدر بهار احتمال میده که شاید دخترش مرتکب کار اشتباهی شده برای همین هم بازداشت شده و به هیچ عنوان حتی به ذهنشم خطور نمیکنه که دخترش کشته شده باشه مامورا به هر نحوی که شده اتفاقی که افتاده رو به خانواده بهار اطلاع میدن پدر و مادر بهار به هیچ عنوان باورشون نمیشده که چنین بلایی سر دخترشون اومده باشه این دو نفر به پزشکی قانونی منتقل میشن و بعد از اینکه جسد رو بررسی میکنن در کمال ناباوری تایید میکنن که جنازه متعلق به دخترشونه مادر بهار طاقت نداشته و مدام در حال گریه بوده پلیس از این پدر و مادر میخواد تا اگر راجع به این قضیه چیزی میدونن با آنها درمیون بزرن. از طرفی پزشکی قانونی اما بعد از اینکه جنازه به اونجا منتقل میشه بررسی خودش رو آغاز میکنه کارشناسای پزشکی قانونی طی آزمایشایی که انجام میدن متوجه میشن که این دختر بر اثر ایست قلبی جون خودش رو از دست داده اما متاسفانه به طرز فجیعی بهش تجاوز شده بوده کارشناسای پزشکی قانونی توی بررسی که از بدن این دختر داشتن متوجه میشن که دیواره های واژن و رحم این دختر دچار پارگی های بدی شده از طرفی تو قسمت های سینه و شکمش کبودی های زیادی وجود داره تیم پزشکی قانونی تو بررسی هایی که از خون این شخص داشته متوجه میشه که مقدار زیادی ماده مخدر داخل خون این فرد وجود داره پزشکی قانونی بعد از اینکه آزمایش های خودش رو تکمیل میکنه نتیجه اون رو در اختیار پلیس قرار میده طبق گفته هایی که وجود داشته مشخصه که این دختر بلایی سرش اومده و نمیتونسته که سر خود و با میل و علاقه درگیر این ماجرا شده باشه پدر و مادر بهار اما توی اظهارات خودشون میگن اصلا خبر نداشتن که دخترشون به کجا رفته و بعید میدونستن که چنین اتفاقی براش بیفته پدر بهار میگه بهار دو روز پیش از خونه خارج شده و به ما گفته که توی بیمارستان به خاطر اینکه شیفت‌های کاریش زیاد شده نمیتونه به خونه بیاد برای همین هم اونجا مشغول کاره دخترم توی یکی از بیمارستان سمت شرق تهران پرستاره متاسفانه قبلا یه بار ازدواج کرده ازدواج که چه عرض کنم نامزد کرده بود و از اونجایی که با هم به مشکل خورده بودن برای همین از هم جدا شدن من خیلی در جریان موضوع نبودم و نمیدونستم که علت جدایشون چیه اما بهار تنها فرزند منه و حاضر بودم براش هر کاری بکنم پدر بهار میگه ما توی این دو روز از اونجایی که بهار به همون گفته بود سر کاره برای همین هم تصمیم گرفته بودیم تا به همراه همسرم به شهرستان بریم و برگردیم همسرم یکم دلشوره داشت و فکر میکرد که قرار اتفاقی بیفته الان میبینم که حسش درست بوده ازم خواست تا با بهار تماس بگیرم و حالش رو بپرسم اما هر چقدر تلفنش زنگ میزدم کسی نبود که جواب بده بابت همین هم نگران بودم نمیدونستم که باید چیکار بکنم درگیر این موضوع بودیم که تو همین حین شما با ما تماس گرفتید و ازمون خواستید به اداره بیایم پدر بهار میگه ما فکر میکردیم شاید دخترم توی بیمارستان مشغول به کاره و از اونجایی که شیفتای کاریش زیاد بوده خسته شده برای همین هم تلفن رو جواب نمیده پلیس سارات این پدر رو ثبت میکنه و با مادر بهار هم حرف میزنه مامورا از مادر بهار میخوان تا اگه چیزی میدونه بگه این زن هم میگه من چیزی راجع به این قضیه نمیدونم تنها موضوعی که ازش اطلاع دارم اینه که بهار از لحاظ رفت آمد فقط با یکی از دوستاش خیلی صمیمی بود و و بعد از جدایی از نامزدش تنها با سحر ارتباط داشت نمیدونم اما فکر میکنم شاید سحر از موضوع خبر داشته باشه پلیس سارات این زن رو ثبت میکنه مشخصات سحر رو ازش میگیره و به سراغ این دختر میره تا ببینه که آیا از چیزی خبر داره یا نه حرفهای سحر توی خونشون به مامورا موضوعات جالب و مهمی رو افشا میکنه طبق گفته های این دختر اونطور که مشخص بوده گویا بهار این اواخر به خانوادهش دروغ میگفته و درگیر کارهای دیگه ای شده بوده سهر به مامورا میگه بهار از اونجایی که از نامزدش جدا شد به دلیل اینکه خیلی دوستش داشت حسابی افسرده شده بود و توی این مدت هم متاسفانه درگیر مشروب و مواد مخدر شده بود تا بتونه خودشو آروم بکنه هر بار که به خونه ما می اومد به هم میگفت از اونجایی که نمیتونه توی خونه خودشون راحت باشه برای همین هم مجبور تا بیرون از خونه کارهایی که میخواد رو انجام بده من ازش میخواستم تا جای دیگه ای نره و هر وقت که نیاز به کشیدن مواد یا خوردن مشروب داره به خونه ما بیاد میترسیدم نمیخواستم درگیر دوست ناباب بشه اما اون به حرفم گوش نداد و آخر سر همین اتفاق براش افتاد سهر میگه من در همین حد اطلاع دارم که بهار هر از گاهی به خانوادهش دروغ میگفته و شیفت های بیمارستانش رو قالب میکرده تا به جاهایی که میخواد بره ممورا اظهارات این دختر رو ثبت میکنن و ازش میخوان تا اگه توی این بازه اطلاعاتی به دست آورد حتما با اونها درمیون میون بذاره از طرفی پلیس راهی بیمارستانی میشه که بهار اونجا مشغول به کار بوده طبق گفته پدر و مادر بهار این دختر 21 اسفند از خونه به اینکه به سر کار میره خارج شده و دیگه به خونه بر نگشته تلفنش هم جواب نداده پلیس توی بیمارستان پیگیر این موضوع میشه اما در کمال ناباوری متوجه میشه که بهار از همون روز 21 برای کار به بیمارستان نیومده این دختر فقط ساعت حدودای شش عصر در حد نیم ساعت وارد بیمارستان شده و بعد هم از اونجا خارج شده تصاویر دوربین های ورودی بیمارستان این قضیه رو ثبت کرده بودن از طرفی پلیس توی بررسی های بیشتر موفق میشه تا متوجه بشه که این دختر حین خروج سوار خودروی شاسی بلند شده مشخص نبوده که راننده این ماشین چه کسیه اما پلیس به این قضیه شک میکنه کادر بیمارستان اما در رابطه با این دختر میگن که هیچ اطلاعی از اون ندارن و نمیدونن که به کجا رفته و تا به الان هم در به در دنبالشن دوستای بهار توی بیمارستان هنوز از اینکه بهار به قطر رسیده خبر ندارن و فکر میکنن که اون همینجوری به سر کار نیومده نیروهای آگاهی از بیمارستان موفق میشن سرنخ مهمی رو به دست بیارن و با دنبال کردن این سرنخ پرونده این دختر تا حدود زیادی حل میشه پلیس با استفاده از دوربین های شهری موفق میشه تا محل تردد این خودرو رو شناسایی بکنه سواری شاسی بلند حوالی ساعت 9 شب اطراف بلوار اندرزگو وارد پارکینگ یکی از ساختمون های بزرگ اونجا میشه هنوز مشخص نبوده که چه اتفاقی افتاده مامورا توی محل حاضر میشن و سعی میکنن تا اطلاعاتی راجع به اینکه این سواری به کدوم یک از واحدها رفته به دست بیارن اونطور که مشخص بوده گویا بهار به همراه صاحب این ماشین برای مهمونی به اونجا رفته بوده اهالی اون ساختمون توی اظهارات خودشون میگن نمیدونن که موضوع چیه و از اونجایی که رفت آمد به ساختمونشون زیاده برای همین هم اطلاعی راجع به این قضیه ندارن پلیس توی محل تصمیم میگیره تا دوربین های مداربسته ساختمون همچنین دوربین هایی که از بیرون مشرف به این ساختمون بوده رو بررسی بکنه خوشبختانه همین بررسی ها هم جواب میده و مامورا موفق میشن شماره پلاک ماشین رو پیدا بکنن ها از شماره پلاک ماشین نشون میده که خودرو متعلق به فردی به اسم ساسان بوده استلام ها برای پیدا کردن هویت این فرد آغاز میشه و پلیس طی عملیاتی اطلاعاتی موفق میشه تا اون رو توی محل زندگیش که تو منطقه اقدسیه بوده شناسایی بکنه و اون رو به اداره منتقل میکنه ساسان توی اداره پلیس در حالی که ترسیده بوده و نمیدونسته که موضوع چیه پیگیر ماجرا میشه مأمورا مدارکی که به دست آوردن رو در اختیار این فرد قرار میدن و ازش میخوان تا توضیح بده که چه نسبتی با بهار داره و چرا اون شب این دختر رو به اون ساختمون برده ساسان اما میگه اطلاعی از این که چرا این اتفاق برای بهار افتاده نداره اون فقط اون شب به همراه بهار از اونجایی که از قبل با همدیگه دوست بودن به یه مهمونی رفتن تا با همدیگه کمی وقت بگذرونن و بعد از اون همدیگه دیگه بهار رو ندیده و نمیدونه که کجاست ساسان میگه من با بهار حدود شش ماهی میشه که آشنا شدم و اون از اونجایی که از نامزدش جدا شده بود حال چندان مساعدی نداشت و از من میخواست تا هر از با همدیگه برای تفریح و گشت و گذار به بیرون بریم منم بهش پیشنهاد داده بودم که توی تهران هر از گاهی دور همیهایی برگزار میشه که اگه به اونجا شرکت بکنه میتونه حالش رو بهتر بکنه این پسر توی حرفهای خودش نمیتونه موضوع رو مخفی بکنه و میگه اون بوده که به بهار پیشنهاد مشروب و مواد مخدر برای آرامش داده و باعث شده تا اون درگیر این موضوع بشه شک پلیس به این پسر بوده اما ساسان موضوع رو مخفی میکنه و هنوز حرفی نزده بوده تا اینکه نیروهای آگاهی چالوس طی اقدامی موفق میشن تا تصاویر مربوط به بازه ای که جنازه بهار به اون نقطه در چالوس منتقل شده رو پیدا بکنن خوشبختانه سفره خونه هایی که توی اون منطقه وجود داشتن مجهز به دوربین مدار بسته بودن و تصاویر اون منطقه رو به طور کامل ثبت و ضبط بودن. توی همین بررسی ها معلوم میشه که خودروی ساسان توی اون بازه توی جاده ای که منتهی به محل کشف جسد بوده دیده شده و توسط دوربین ها شماره پلاکش ثبت شده ساسان با دیدن این تصاویر و مدارک دیگه نمیتونه موضوع رو مخفی بکنه و توی اظهارات خودش به همه چیز اعتراف میکنه این شخص میگه باور کنید تقصیر من نبود توی مهمونی دوستان به هم اصرار کردن و ازم خواستن تا چش پوشی کنم و اونها هر کاری که دلشون میخواد رو انجام بدن واقعیتش من چند ماهی میشد که با بهار آشنا شده بودم دختر خیلی خوشگل و جذابی بود و توی بیمارستان هم مشغول به کار بود همین هم باعث شده بود تا من جذبش بشم بعد از اینکه با هم کمی دوست شدی من متوجه شدم که اون یک بار نامزد شده و طلاق گرفته از این قضیه خیلی خوشم نمی اومد برای همین هم تصمیم گرفته بودم تا ازش جدا بشم تا اینکه دو تا از دوستان به اسمهای علی اکبر و م... بعد از اینکه موضوع رو باهاشون در میون گذاشتم ازم خواستن تا این دختر رو به مهمونی هایی که میریم بیارم و کم کم اون رو با خودمون همراه بکنم واقعیتش من خودم از این قضیه خیلی خوشم نمیومد بعد از اطلاع از اینکه بهار یک بار طلاق گرفته بود باهاش سرد شده بودم اون هم متوجه موضوع شده بود دوستم ما خیلی بیشتر بهش نزدیکی میکردند و بهار هم باهاشون گرم گرفته بود و خیلی راحت با اونها توی مهمونی ها مشروب میخورد و با همدیگه میشستن پای بسات و تا میتونستن گل میکشیدن تو یکی از مهمونی ها اما بهار متوجه موضوع شده بود که هدف علی اکبر و مجتبا چیه برای همین هم باهاشون به طرز خیلی بدی درگیر شده بود گویا تو همین هنگ که در حال کشیدن مواد بودن مجتبا از پشت خودشو به بهار میچسبونه و سعی میکنه تا خودشو تحریک کنه علی اکبر هم از جلو داشته اون رو اذیت میکرده بهارم که از این حرکت بدش میاد برای همین هم باهاش درگیر میشه من هم به همراه اونها توی مهمونی بودم اما متوجه این موضوع نشده بودم بعد از اون هم اونها با همدیگه دعوا کردن و بهار دیگه به مهمونی هایی که علی اکبر و مجتبا می رفتن نمی اومد و بیشتر سعی می کرد تا با من بگرده آخه من باهاش اینطوری برخورد نمی کردم و بهش حتی دستم نمی زدم برای همین هم بیشتر اوقات پیش من احساس راحتی می کرد و نمی خواست که ازم جدا بشه علی اکبر و مجتبا سر این قضیه کینه کرده بودند و می تا انتقام خودشونو بگیرن اونا دو ماه تمام دنبال این بودن که یه جورایی بهار رو خراب کنن و باهاش رابطه جنسی داشته باشن اما خب بهار زده بود زیر همه نقشه های اونها سراغ من اومدن ازم خواستن تا بهشون کمک بکنم اولش مخالف این قضیه بودم اما بعدش چاره جز پذیرفتنش نداشتم برای همین هم طبق نقشه‌ای که کشیده بودن من بهار رو به خواست اونها به مهمونی که توی پنتهاوس اندرزگو برگزار شده بود بردم و این دو نفر اونجا هر کاری که دلشون خواست رو انجام دادن واقعیتش اونها از من آتو داشتن و فیلم ها و تصاویری رو ازم ضبط و ثبت کرده بودن که اگه به کسایی که باید نشون میدادن آبروم میرفت برای همین هم من دست به این کار زدم بهار اون شب حال خوبی نداشت ازم خواسته بود تا با هم به بیرون بریم منم بهش گفتم که توی اندرزگو یه مهمونی داره برگزار میشه و اگه بخواد میتونیم بریم به اونجا قبول کرد با همدیگه به اونجا رفتیم اما به محض اینکه وارد مهمونی شدیم متوجه شد که دور همی وی آی پیه و علی اکبر و مجتبا به همراه دو تا از دوستاش توی مهمونی هستن ازم خواست از اونجا خارج بشیم و نمیخواست بشینه اما علی اکبر و مجتبا به سمتمون اومدن و بهش گفتن که نیازی به جر و بحث و دعوا نیست و بابت اشتباهاتی که کردن ازش اصخایی کردن بهارم با شنیدن حرفای اونا قبول کرد و نشست توی مهمونی این دو نفر اما طبق نقشهی که کشیده بودن توی مشروبی که اونجا قرار بود بخوریم مواد زیادی قاطی کرده بودن و بهار بعد از خوردن مشروب حالش بد شد زربان قلبش بالا رفته بود و حسابی تحریک شده بود و میخواست که رابطه داشته باشه نتونست خودش رو کنترل کنه و ازم خواست تا سریع از اونجا بریم از طرفی هم بود و نمیدونست که موضوع چیه اما علی اکبر و مجتبا فرصت رو مناسب دیدن اونا با خودشون بردن به اتاق من دیگه در جریان نیستم که چه بلایی سرش آوردن اما بعد از اینکه کارشون تموم شد مجتبا با سرعت به بیرون اومد و به من گفتش که بهار حالش بد شده و تون تون داره نفس میکشه من تا به اتاق رفتم دیدم که علی اکبر داره سعی میکنه تا به بهار نفس بده لباساشو در ده و داره کمک میکنه تا حالش به خودش بیاد اما متاسفانه فایده ای نداشت و بهار بعد از یک روبی که ما اونجا اسیر بودیم نفسش قطع شد و جون خودش از دست داد ما بعد از اون برای اینکه گیر نیفتیم جنازه رو با ماشین من سه نفری به سمت چالوس بردیم و همونجا رها کردیم ترسیده بودیم پلیس اطلاعات این فرد رو ثبت میکنه و با توجه به مشخصاتی که از علی اکبر و مجتبا میده طی عملیاتی اطلاعاتی این دو نفر رو هم شناسایی و بازداشت میکنه علی اکبر و مجتبا اما توی اعترافات خودشون میگن اون شب بعد از اینکه بهار رو با خودشون به داخل اتاق بردن هر بلایی که میتونستن سر این دختر آوردن و دو نفری همزمان با اون رابطه جنسی برقرار کردن مشتبا میگه بهار نتونست فشاری که بهش میاد رو تحمل بکنه و من متوجه شدم که اون از ناحیه واژن دچار خونریزی شده از علی اکبر خواستم تا ازش دست بکشه اما ولکن نبود به قدری بهش فشار وارد کرد که اون در اثر حمله های عصبی که بهش شد دچار ایست قلبی شد علی اکبر لختش کرده بود و خوابیده بود روش از منم میخواست تا ولش نکنم و تا میتونیم باهاش رابطه داشته باشیم مجتبا میگه ساسان دروغ میگه و اون هم همراه ما به این دختر تجاوز کرد البته دیرتر از ما وارد اتاق شد و زودتر از ما هم خارج شد برای همین هم متوجه این ماجراها نشد من خودم کاری با بدن بهار نداشتم اما علی اکبر تو رابطهش مدام بهار رو کتک میزد و سینه رو گرفته بود و فشار میداد بهار اما نتونست این اتفاق و تحمل بکنه مدام میخواست از زیر ما بلند شو و فرار کنه نهایتا هم این بلا سرش اومد پلیس سارات این فرد رو ثبت میکنه و راهی اون پنت هاوس میشه مجتبا و علی اکبر توی محل صحنه جرم رو بازسازی میکنن تیم های تخصصی اثر انگشتنگاری توی محل ما موفق میشن تا سه نمونه اسپرم که متعلق به اشخاص متفاوت بوده رو پیدا بکنن توی همین بررسی ها هم معلوم میشه که ساسان دروغ گفته بوده و اون هم همراه با این دو نفر به اون دختر نزدیکی کرده با مشخص شدن همه موارد پرونده تکمیل میشه و به دادگاه فرستاده میشه جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه خانواده بهار در شوک کامل به سر میبردن و توی دادگاه درخواست اشد مجازات میکنن علی اکبر و مجتبا و ساسان اما توی دادگاه سرشون پایین بوده و حرفی بر برای گفتن نداشتن ساسان توی اظهارات خودش میگه نمیخواستم گیر بیفتم برای همین هم نگفتم که من هم با علی اکبر و مجتبا به این دختر تجاوز کردیم قاضی پرونده اما در نهایت با بررسی شواهد و مدارک موجود این سه نفر رو به اتهام تجاوز به عنف به بهار محکوم به اعدام میکنه رفقای گلم رسیدیم به آخر پرونده ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم که تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای زن کارشناس املاکی است که وارد زندگی زن و شوهری میشه و بچه ای از اون مرد حامله میشه رو تماشا بفرمایید